بیننده عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و در هر کجای دنیا که برنامه ما رو تماشا میکنین لباس عافیت به تن داشته باشید. امروز آمدیم به نمایشگاه کتاب در شهر هرات. این سالون زیباره که میبینیم در اینجا نمایشگاه کتاب برگزار گردیده و کتاب و کتابخانی جایگاه خیلی خاصی داره در ولایت هرات و نسل نو هرات به مطالعه و کتابخانی علاقه خاصی دارند و همواره وقت میگذارند. با ما همراه باشید، میریم به سراغ کتابهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و با جوانانی که به اینجا برای خریداری کتاب آمدن بیشتر هم کلام میشیم که نام خدا میبینیم چقدر شلوغ هم هست و افراد زیادی برای بازدید از این نمایشگاه اینجا تشریف آوردن. در کنار یکی از جوانان هستین. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. الحمدلله، تشکر. معرفی بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود عربزاده هستم، مسئول نمایشگاه. بسیار خوب. آقای عربزاده، در مورد کتابهایی که به نمایش گذاشته شده میشه صحبت بکنیم؟ چند جلد کتاب به این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده و در چه حوزه‌هایی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه امسال که برگزار شده به خاطر آمدن زمستان، یک کتاب‌های بیشترین کتاب رحمان، کتاب‌های اجتماعی و کتاب‌های روانشناسی و یک بخش ویژه امسال کتاب‌های کودک مونه که ما به اشتراک گذاشتیم. در حدود 2000 عنوان کتاب کودک داریم، 3000 عنوان هم کتاب رمان و کتاب‌های روانشناسی اینا میباشه که در حدود 30000 جلد کتاب امسال به نمایش گذاشته شده. خیلی عمالی. استقبال تا کنون چگونه بوده و بیشتر کدام ژانر مردم ایراد میپسندن از انواع کتاب هایی که هسته و مخاطب کتاب ها بیشتر چی طبقه سنی هست؟ الحمدلله یک دیدمان خود شما میبینیم که هنوز افتتاح نشده و بسیار میبینیم که اشتراکنده به شوق و علاقه به نمایشگاه و کتاب ها دیدن کتاب ها آمدم و کتاب های چون فصل زمستان است، پانتون ها تعطیل میشه، مدارس تعطیل میشه، کتاب های رمان و کتاب های روانشناسی زیاد چیز داره، مراجعین داره و کودک هم اولین امسال اولین ساله که کتاب کودک برگزار شده. کتاب کودک رو ما زیاد اینجا به نشر گذاشتیم، یعنی دیدمان زیاد داره. خب برای من کدام کتاب پیشنهاد میکنیم بخونم؟ کتاب برای شما ما فکر کنم چون که ژورنالیست هستیم، کتاب های ژورنالیستی هم امسال ما زیاد آوردیم، کتاب به خدمت شما نرد. بسیار خوب. بیننده عزیز، در این بخش که شما مشاهده میکنیم کلن کتاب های حوزه خبرنگاری هست که مثال های انتظار میکشیدم تا این کتاب ها بیایه و برسه و خودم امروز خیلی خوشحال هستم که این کتاب ها رو اینجا میبینم و مطمئنن چند جلد از این کتاب ها برای خواهتمند میگیرم برای مطالعه و مطمئنن که کتاب های جامع و مفیدی هست و کمی همی طرفتر کتاب های رمان هست که رمان نسل نو خیلی دوست دارن. یکی از نمونه های خب بینوایان، یکی از آثار جاودان تاریخ ادبیات جهان است که توسط ویکتور هوگو فرانسوی نگاشته شده و کتاب دیگر رفیق، زندگی و مرگ ارنستو چگوارا، یکی از چریک هایی که مطمئناً خیلی با نام و با میشه گفت با سبک و سیاق و زندگی عظیم آشنایی داشتم. خب تشکر از شما، ممنون از شما. ممنون. میایم کمی جلوتر و با جوانان و دوستای دیگری که اینجا هستن هم کلام میشیم. نوجوان رو اینجا گیر کردیم، باشه ببینیم که اینا ما آمدن کتاب بخرن یا نه. سلام، خوبه؟ خوبه. اسم شما؟ محیب‌الله. محیب‌الله جان، به خاطر چی آمدیم؟ خود بران خوبه. خب، ما آمدیم کتاب بخریم. بران رو میخریم. شما نمیخریم؟ نه. علاقه نداریم؟ داریم. خیلی خوب. صنف چندیم؟ صنف 6. دوست داریم مطالعه کنیم؟ بله. بسیار خوب. حتما مطالعه بکنیم. میایم کمی جلوتر و اینجی دوست دیگه هم مصروف تماشای کتاب هستن. سلام، خوبه؟ سلام، قربان شما، سلامت بشین، بخیر بشین. معرفی بکنید؟ آروند. آقای آروند، چی خبره؟ کله سحر به قول ایرتی آمدیم به بله چند روزی کتاب، که کتاب نمایشگاه کتاب این نمایشگاه دیدم. امروز قرار بود افتتاح بشه، گفتم که اما اول وقت یا جز اولین بازدید کننده ها باشم.
هرچه که ما هم از همین صنف و از همین خانواده هستیم، همکارامونن، همکارای ایران، همکارای هرات برگزار کردن نمایشگاه، آمدم که ببینم. بسیار خوب. علاقمندی جوانان و طیف های مختلف هرات به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در سالهای اخیر چگونه بوده؟ والا خوب بوده. ما از همین شور و اشتیاقی که جوانا دارن به کتاب بخوندن، نسبت به قبلترها، سالهای پیشتر، خصوصا به این دو سه سال اخیر بهتر بوده، بیشتر بوده. ناشرا یا کتاب فروش ها تونستن همین اشتیاق و شور را تازه کنن یا به وجود بیارن با آوردن کتاب های جدید، کتاب هایی که تکراری نیست، کتاب های آپدیت. خوب بوده، روی هم رفته، خیلی هم عالی بوده. تشکر از شما. ممنون. میریم کمی اون طرفتر و با چند دوست دیگه هم صحبت میکنیم. هرچند کمی را کمک مزدهمتر است نمایشگاه و با دوستان دیگری هم صحبت میشیم و هم کلام میشیم و اینکه جوانان از طیف های مختلف، چی دانشجویان و چی متعلم مکتب هستن، میاین به سراغ کتاب و مطالعه و تعقیب کردن این فرهنگ. من فکر میکنم که در نوع خود با ارزش هست و این فرهنگ باید هرچی بیشتر در جامعه ما تقویت بشه. به قول معروف، ملتی که کتاب نخونه تاریخ بر او تکرار میشه و کتاب و مطالعه و علم‌اندوزی خود سبب میشه که ما بدون شک از مشکلات زیادی که در جامعه خود داریم کمی فاصله بگیریم و بر صورت بتونیم به یک جامعه آرمانی تری دست پیدا بکنیم. دوستان اشاره داشتن، گفتن که از ناشران کشور ایران هم در این نمایشگاه اشتراک دارن که با اونام هم صحبت و هم کلام میشیم و میپرسیم که در این نمایشگاه بر صورت چی سهمی رو گرفتن و در مجموع چی نقشی رو داشتن. سلام، وقت شما بخیر. خوبین؟ صحت شما خوبه؟ خوبین، سلامتی. خیلی خوشبختم که در خدمتتون هستم. زنده باشید. معرفی بکنید. من ست مجد سلطانی هستم، مدیر عامل مؤسسه انار سرخ. از کشور ایران هست؟ بله. چند سال میشه سهیم هستیم در نمایشگاه هایی که در ولایت هرات برگزار میشه و شور و اشتیاق مردم هرات رو چگونه میبینیم به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف دوستان هراتیمون، ما سومین دوره ای هست که مشارکت میکنیم. البته بخش حمایتی هستیم بابت اینکه دوستان هراتی توی انتشارات های مختلف بتونن نمایشگاه برگزار بکنن و این فرهنگ کتاب و کتابخونی رو گسترش بدن. خدا رو شکر هر سالی که من میام، چه تو نمایشگاه های هرات، چه تو نمایشگاه های کابل و مزاری که ما برگزار کردیم، خیلی عجیب غریب مردم دارن رو میارن به کتاب. یعنی هر چقدر که این وسعت کتابا بیشتر میشه و این نمایشگاه گسترده تر میشه، میبینیم که مردم هم علاقه شون بیشتر میشه و خانششون بیشتر میشه. امیدوارم که این حجم از نمایشگاه ها دائمی بشه. یعنی خود دوستان افغانستانی تو سراسر کشور وارد این جریان بشن که نمایشگاه دائمی برگزار بکنن، از تمام دنیا کتاب بیارن و کتابا رو بین مردم توضیح کنن، پخش کنن که راحت تر بخونن. نکته ویژه‌اش اینه که ما امسال توی نمایشگاه های که داخل هرات گذاشتیم رویکرد جدیدی رو اجرا کردیم. خب دوستان توی کشور افغانستان خیلی کمتر به بخش کودک اهمیت میدادن و یا نمایشگاه کودک میذاشتن. ما امسال سعی کردیم که با یه برنامه جدیدتری وارد بخش کودک بشیم، به دوستان بگیم که کودک هم میتونه بازار خوبی داشته باشه، سرمایه گذاری شما انجام بدید و دوستان وارد بازی کودک بشه. میخواید دیدگاه شما در مورد مؤثریت کتاب و مطالعه برای رشد و پیشرفت یک جامعه بدونم. فکر میکنیم ملتی که کتاب بخونه، مطالعه بکنه، چقدر میتونه به یک جامعه مترقی و آرمانی دست پیدا بکنن؟ یه جمله دور این نمایشگاه نوشته بود که خوش سلیقه‌ای که یکی از دوستانی که نمیدونم کیه
اونجا نشه خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب خوب یا دوستانی که اهل کتابن. کسی که کتاب میخونه قطعاً وارد بازی فکر میشه، یعنی فکر داره از خودش، میتونه فکر کنه و تفکر کنه و در مورد چیزها به درستی نظر بده و تحلیل بکنه. کسی که میتونه خوب تحلیل بکنه و خوب فکر کنه حتما میتونه جامعه رو به پیشرفت ببره. خیلی ممنون شما، موفق باشید. از شما سلامت باش. خب دوستای عزیز، صحبت کردیم با دوستان و دیدگاه های نار با هم شنیدیم و ای که چیزی که آموختم ای که باید بیشتر مطالعه بکنیم، باید بیشتر وقت بگذاریم برای کتابخوانی و فرهنگ مطالعه تا ای که جامعه مترقی تری باشه. متاسفانه ما مشکلی که در طول سالیان متمادی در افغانستان داشتیم فقدان دانش و فقدان علم بوده و آمارهایی که وجود داره بیش از 50% مردم افغانستان متاسفانه به دلایل همچون جنگ و فقر فرهنگی و مسائل گوناگون طی سالهای اخیر از تحصیل باز ماندن و از نعمت سواد باز ماندن، که انشالله روزی بشه همه ما بر صورت بتونیم کتاب بخونیم، وقت بگذاریم و آن چیزی که میخوانیم در زندگی خود او رو پیاده بسازیم تا جامعه خوب و مترقی را داشته باشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. سایر ویدیوهای ما را در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا دنبال بکنین، برای ما کامنت بگذاریم. مثل این مقیمی همیشه سعی میکنم که گزارشهایی که مد نظر هست اونا را بگیریم و به سمع نظر شما خوبان برسانیم. وقت بر شما خوش.